رفلاکسمیده با سکنجبین درمان نمیشه. یه بالش میخوای با یه تکنیکی که توی این ویدیو بهت میگم. تقریبا از هر 5 نفر تو ایران 2 نفرشون رفلاکس دارن و این 2 نفرم یا رانیتیدین و قرص معده میخورن یا اگه زیاد طب سنتی رو دوست داشته باشن سکنجبین و دوسین. بیشترم این افراد دچار رفلاکس میشن، کسایی که چاقی شکمی دارن، اضافه وزن دارن، خانمای باردار، کسایی که کم تحرکن، کسایی که سیگار و الکل مصرف میکنن. مسئله ای از خیلی مهمه و اونم اینه که رفلاکس موقعی به عنوان بیماری شناخته میشه که بیشتر از 2 بار تو هفته اتفاق بیفته. این ستا دلیل اصلی رفلاکسن: 1 نفخ معده، 2 سستی دریچه پایینی مری که بهش فم معده میگن، 3 طولانی شدن زمان تخلیه معده به روده. روش درمان نفخ معده همیشه یه مدل نیست، چون اکثر مردم فکر میکنن که نفخ از سردی میاد، با اینکه پیاز و سیر و ترم گرمیان ولی شدید نفاخن. سستی دریچه پایینی مری هم چند تا علت داره: ضعف دهانه معده، ضعف خود معده، غلبه بلغم تو دهانه معده که دیدین دیگه، کسایی که آب دهنشون زیاده اینا جزو این افراد هستن. ایزش سودا به دهانه معده که علامت اصلیش هم سوزش همراه با گرسنگیه که به خوردن بهتر میشه. زبونمون تیره میشه، خشک میشه، ترش میشه، ریزخارم میشیم. افزایش صفرا تو معده، علامت اصلیش تلخی دهن، خشکی و سرخی زبون و اشتهای کمه. طولانی شدن زمان تخلیه از معده به روده، اینم چند تا علت داره: درهمخوری، پرخوری، یبوست، بدخوابی، خلط پشت حلق، استرس. خیلی رفلاکس رو دست کم میگیرند و این عواقب جبران ناپذیری داره. اگه این علایم رو دیدی حتما بیا فروش و سریع درمان رو شروع کن. اگه رفلاکس تو شخص بالای 50 سال باشه، اگه خونریزی‌های زیادی داشته باشه، کمخونی داشته باشه، یهو دیدی وزنش رو تو این 3 ماه اخیر از دست داد، اشتهایی، استفراغ‌های پشت سر هم، بلع دردناک و سخت، سابقه سرطان معده تو فامیلای درجه 1، شک کردن به بیماری‌های قلبی، طرف درد داره توی قفسه سینه‌اش و فکر می‌کنه که رفلاکس معده داره با اینکه دچار بیماری قلبی شده. روز اولش سخته، دیگه از روز سوم برات عادی میشه. موقع خواب به پهلوی چپ دراز بکش، سر تخت تو با یه بالش بلند کن. این حرکت باعث میشه که اسید معده نره سمت مری که باعث رفلاکس بشه. یه خواب آرومی هم تجربه میکنی. محیط غذا خوردن تو عوض کن، یه جای آروم انتخاب کن، حرف نزن موقع غذا خوردن، تونتون غذا نخور، سعی کن غذا رو خوب بجویی، چون اگه نجویی هوا هم همراه غذا میره سمت معدت. این خودش دلیل اصلی رفلاکسه. اگه چاقی سری وزنتو کم کن، لباسه تنگم اصلا نباید بپوشی، کمربندتم یکم شل ببند. غذاهای آبکی ممنوعه برات، مثل خورشت و سوپ و آش. غذاهای خمیری که کلا ممنوعه برات، مثل پیتزا و خمیر و ماکارونی. اگه عاشق مرکباتی، پرتقال و لیمو و نارنگی، اینا باید یا مرباشو بخوری یا کمپوتشونو. بهترین میوه ها برای رفلاکسیا گلابی و انجیر و سیب و بهه. مربای هویج هم بهترین صبحونه برای رفلاکسیا است. هر روز 2 بار تا 2 هفته زیر جناق سینه تو به اندازه یه دایره قطر 5 سانتی با روغن مستکی باید ماساژ بدی.